حالت‌های متفاوت شروع یک اسلاید. پس از اینکه اسلاید‌ها رو در ارائه ایجاد کردیم، می‌تونیم اونها رو به صورت یک اسلاید شو ارائه بدیم. برای انجام این کار روی سربرگ اسلاید شو در نوار ریبون کلیک چپ می‌کنیم. در گروه استارت یعنی شروع کردن اسلاید شو با کلیک چپ کردن روی فرام بیگینینگ، فرام یعنی از بیگینینگ یعنی از اولین اسلاید، و یا با استفاده از کلید تابع F5 هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. میتونیم اسلاید ها رو از ابتدا نشون بدیم. الان من روی اسلاید 13 کلیک چپ میکنم. اگر روی فرام بیگینینگ کلیک چپ کنیم یا کلید تابع F5 رو بزنیم، شروع ما از اولین اسلایده. کلید اسکیپ از صفحه کلید رو می فشارم. با توجه به اینکه در این قسمت ما برای اسلایدها اومدیم تعریف کردیم که در واقع با کلیک چپ کردن به اسلاید بعدی برن، یعنی حالت منوال یا دستی هستن، در حالتی که روی فرام بگینینگ کلیک چپ میکنیم، اینجا اگر ملاحظه کنیم روی اسلاید اول هستیم، و برای رفتن به اسلاید دوم اینجا باید روی این دکمه های نکست یا پرویوز باید کلیک کنیم. کلید اسکیپ از صفحه کلید رو میفشارم. حالت دوم استفاده از فرام کارنت اسلاید. اگر روی اسلاید 13 کلیک چپ کنیم و روی فرام کارنت یعنی جاری فرام کارنت اسلاید کلیک چپ کنیم، در واقع نمایش اسلاید ها از اسلایدی که در حال حاضر انتخاب شده اینجا شروع میشه، و با استفاده از این دکمه های پایین میتونیم به اسلاید های بعدی بریم. اسلاید 13 بود، اسلاید 14 با فشار دادن کلید اسکیپ از این قسمت خارج میشم. نرم افزار پاورپوینت چندین شیوه نمایش رو برای ما قرار داده. برای انجام این کار روی سربرگ سالید اسلاید شو کلیک چپ میکنیم تا این سربرگ فعال بشه، و در گروه ست آپ اینجا روی ست آپ اسلاید شو روی این دکمه کلیک چپ میکنیم تا کادر ست آپ شو برامون ظاهر بشه. اینجا در ناحیه شو تایپ سه گزینه وجود داره. گزینه اول که presented by a speaker full screen، اسلاید ها به صورت تمام صفحه به همراه چند دکمه کنترلی نمایش داده میشن. روی دکمه اوکی اینجا کلیک چپ میکنم. اگر روی اسلاید شو کلیک چپ کنیم، اینجا میبینید اسلاید برامون ظاهر میشه و یه سری دکمه ها اینجا وجود داره که با استفاده از دکمه اول و دوم از سمت راست میتونیم به اسلاید بعدی و یا با استفاده از این دکمه به اسلاید قبلی برگردیم. در سمت راست یک دکمه وجود داره که میتونیم به منوی میانبرد دسترسی پیدا کنیم، به گزینه‌های مختلف منوی میانبرد. با استفاده از این دکمه میتونیم زوم رو کنترل کنیم. من روی این دکمه کلیک چپ میکنم و اینجا ببینید فقط میخوام فصل اول اینجا برام زوم بشه و کلید اسکیپ رو اینجا میفشارم، و با استفاده از این دکمه سوم از سمت چپ یک پیش نمایشی از اسلایدهای موجود در ارائه رو به ما نشون میده. روش کلیک چپ میکنیم و میتونیم اینجا اسلاید مورد نظرمون رو انتخاب کنیم و روی اون صحبت کنیم و حرف بزنیم. کلید اسکیپ از صفحه کلید رو میفشارم. روش دوم در واقع گزینه دوم در این کاد، اگر من روی ست آپ اسلاید شو اینجا کلیک چپ کنم، گزینه دوم گزینه براز بای ان اندیویژوال ویندو که اسلاید ها به صورت تمام صفحه نمایش داده نمیشن، در این حالت از طریق نوار پایین صفحه به حالت های مختلف نمایش اسلاید ها و همچنین دکمه های نکست و پریویوز میتونیم دسترسی داشته باشیم. روی دکمه اوکی کلیک چپ میکنم و اینجا روی اسلاید شو اگر در این نوار پایین کلیک کنیم، ما میبینیم که یه سری دکمه هایی در اینجا برای ما قرار داره. این حالت اسلاید شو، این حالت ریدینگ ویو، حالت اسلاید مستر، حالت نورمال، پریویوز، این هم نکست و این هم منیوی ما هست. کلید اسکیپ رو میفشاریم. گزینه سوم اینجا روی ست آپ اسلاید شو کلیک چپ میکنیم، کادر ست آپ شو براز ات کویکس فول اسکرین، در واقع این حالت کویکس نمایش اسلاید ها دارای دکمه های محو شده نخواهد بود. برای زمانی که اسلاید ها نیازی به کنترل کردن نباشه میتونیم از این حالت استفاده کنیم. این حالت رو فعال میکنیم، روی دکمه اوکی
اگر کلیک چپ کنیم، حالا با توجه به اینکه ما نمیخوایم روی اسلاید ها کنترل رو انجام بدیم، حالا قبل از اینکه من این گزینه رو فعال میکنم، قبل از اینکه حالت اسلاید شو رو براتون فعال کنم، می بایست دیوریشن رو براش فعال کنیم. در سربرگ ترانزیشن در گروه تایمینگ اینجا دیوریشن رو من 2 براش تنظیم میکنم و روی اسلاید شو، و قبل از اینکه روی اسلاید شو کلیک چپ کنم، اونجا اپلای تو آل رو میزنم که برای تمام اسلاید ها اعمال بشه، و روی اسلاید شو اگر اینجا کلیک کنیم، حالات کار با این گزینه رو اینجا میتونیم ببینیم. من کلید اسکیپ و صفحه کلید رو در این قسمت میفشارم.